5 سال پیش که سعید شوهر دست گلت رفت زیر خاک، یا اون سالی که اردلان تمجید زد زیر قول و قرار نامزدیتون؟ با اون کاری که اردلان با خانواده ما کرد کمره بابام خم شد. الان شما میایید، 2 ساعت پیش مادرش اومده. خب این بچه باید استراحت کنه دیگه. مادر کی اومده؟ مادر رها. خودت میری بیرون، این که من میندازم اتو. توی آسوب هست که موسموس کنه اون افتادی دنبال پولای بابا؟ فکر نکنم. تهشو بگو. تهش سایه به سایه دنبالت میام تا بچه هم ازت بگیرم. داری چی کار میکنی؟ میخوام ببینم کی میتونه سایه به سایه دنبالم بیاد. بچه من اینجا میمونه تا درمان بشه. وقتی میگی بچه دهنتو پر نکن، تو کلفتی تو آتیشو به بچه ها ترجیح دادی. وقتی بهت میگم سایه به سایه یعنی این. آذر جان، من الان تو هم دست چپ هم دارم میگم توی راه رو. آه دیدم آخر راه رو دست راست هم اومده. سلام. گیر کردی آقا؟ ببخشید تو رو گیر کردم. میشه دیدش؟ میشه، بفهم. چطوری رهر خانم؟ الحمدلله به خیر گذشت. بذارین بقیهش هم به خیر بگذاره. رهر خانم، اردلان توی بازداشتگاهه. میتونم اگه دکترم اجازه میده لطف کنی برام یه آژانس بگیریم، میخوام برم هتل. ببینید من نمیخوام شب اونجا بمونه، میتونم سند بذارم درش بیارم، ولی میخوام شما پیش قدم بشی. مگه نیومدین سر بچه هاتون باش حرف بزنید؟ خب بدون مرافعه و کدورت حرف بزنید. من نمیخوام حتی یه شب اون تو باشم. میدونم تنها کسی که همیشه اردلان رو دوست داشته و تحمل کرده شما بودید. مگه شما دوستش نداشتی؟ لطفا برای من یه ماشین بگیرید، میخوام برم. خواهش میکنم رضایت بدین بیاد بیرون. نه، آدرس مهد ارسلان رو بهم بدید، میخوام ببینمش. من الان داشتم یه چیز دیگه میگفتم. میدونم، منم گفتم میخوام بچه‌م رو ببینم. باشه، اگر از دور باشه اشکالی نداره، فقط قول بدید که جلو نرین، صحبت نکنیم، مسئله ایجاد بشه. باشه، ولی الان اردلان خیلی وقت همه کاراشو با قلدری و پول جلو بردن، بذارید این بار نبره. نه، من رضایت نمیدم. Thank you.
یه شماره تلفن میخوام مامانم. توی دفتر اینجا هست دیگه نه؟ هست ولی نداره که مامانمه. میدونی من خیلی وقت باش حرف نزدم. الان دلم براش تنگ شده. این دکتر امروز اومده بود اینجا روانشناسه. میگفتش که اگه با کسایی که دوستشون داری حرف بزنی خیلی خوبه. بعد من بابام که زیاد هم حرف نمیزنه. زرم بد اخلاقه. خواستم با مامانم حرف بزنم همین. نه اوتاق خانم دکتر من اجازه ندارم. اجازه نمیخواد که. یه شماره تلفن از اونجا یادداشت میکنی میدی به من. احتمالا شماره همون هتلیه که توشه. جای دیگه ای نداره تو ایران بره. من که کلید ندارم. دیگه تو داری اینجا کار میکنی این گوشه کنارم حتما کلید هست. تو هم جوشو بلده دیگه. بیشتر اتاقت. نه ترس. کسی نمیاد. اسم مادرت رعنا خجسته هست؟ آره. خب حفظ کرم شما باشه. بیا. برو تو اتاق تا بیام دارو باتو بدم. برو. چشم.
وظیفه مهرابی. ایشون آزادن. زنه رضایت نداد که تو سند گذاشتی، ها؟ جواب های هوی زدی، میخواد بزنتت. رنا یه چیزی گفت تو مغزم فرو رفته، ای بهش فکر میکنم. گفت جایی که تو الان وایسادی باباش 20 سال پیش وایساده بود. تو زدوبند اقتصادی داری؟ تو چی فکر میکنی؟ بگو چی آرزو میکنی؟ چی آرزو میکنی؟ آرزو میکنم نداشته باشی. پس به آرزود رسیدی، چون مزخرف گفته. پس رنو چرا؟ اون زنه میدونه تو واسه منو زندگیم عزیزی. به قول تو خورده، حالا میخواد بزنه. بگو خوب. اگه آذر موافقت کنه میشه بچه‌م 3 سالشه. اما بچه 3 ساله داشتن یه خورده پیری. تو هم واسه بزن بهادر بودن یه خورده پیری. تا همیشه اوزاد رو به راه بوده. حسودی نکن، منم بالا پایین زیاد داشتم. مریم شکسته شده. امروز کاره خیلی بدی کردی. رها کجاست؟ کار بد بدیش اینه که عادت آدم میشه. رها کجاست؟ تو با ازدواج با رعنا فقط مریم رو داغ نکردی، خودت هم داغ کردی، مادرت هم داغ کردی. نمیمه رو خودت نمیاری، زده به معدت، به وجدانت. مادر خدا بیامرزت وقتی سرشو گذاشت تو سرای سالمندان رو زمین. تو رفیقی که توی موقعیت رفیقتو میزنی؟ از کی باید بزنم؟ کی باید گوش زد کنم؟ امروز نزن رفیق، فردا دیره. لاکردا دیره. بچه داره تو کلینیک ترک میکنه، عملی شده. ارسلان زمین تا زیر زمین ازت فاصله داره. میگم پول مشکوک در میاری. رفیق اگه رفیقشون نزنه وارسی نکنه به چه درد میخوره؟ ببین رفیق، من حال روز رفتم به بهشت ندارم. بگو دخترم کجاست؟ کلینیک؟ کلینیک. پس باید دارم بذار ترک کنه. زنه اومده قاپش بزنه. دخترت کیف نیست که بشه قاپش زد. آدمی که عقل تو کلش نیست از کیف هم کیف داره. بذار ترک کنه. میگم اومده قاپش بزنه. تو اگه خودت دختر داشتی چی کار؟ من دختر ندارم رفیق. رعنام زنه نیست، مادرشه. مادرشه؟ مادر ددردودونی مادر نیست. 7 پشت با آدم غریبه است. نه رعنا، نه 7 پشت رعنا. نمیتونن رها رو با خودشون ببرن. رهاجش امنه. بذار بمونه علمی درست شه. تا تو نخواهی نمیتونن ببیننش، چه برسه ببرنش. دربست. من میگم بد عالم و آدم وجود نداره، تو میگی داره. خیلی خوب، رعنا بد عالم و آدم
ولی رها کمش داره. دربس بچه هم از پدر یتیم میشه هم از مادر. رها همیشه نصفشو داشته نصفشو نداشته، مادر نداشته. اگرم دنبال رهنا بره پدر نداره، دو سر سوخ که دیگه شاخ و دان نداره. دربس سب کن، یه خبر بدم برات دارم. ارسلانم داره بزرگ میشه. یتیم شدن آدم ها تو 6 سالگی یه جوره، تو 20 سالگی یه جور دیگه است. بد بودن آدم ها تو 6 سالگی یه جوره، تو 20 سالگی یه جور دیگه است. بچه هات نصف کم دارن، مادر کم دارن. حالا برو. میخوای بیای پیشش بخوابی؟ سر و سر صدا این حرفا رو ندارم. چی شده؟ زنگ زدم پلیس بیاد و در جریان قرار بگیره. الان دیگه باید رسیده باشن. میدونید رها آدرس هتل مادرش رو پیدا کرده و رفته، یعنی فرار کرده. شما الان کجایی؟ مگه اون خراب شده سواب نداره خانوم؟ من الان این وقت شب کجا برم دنبال دخترم بگردم؟ یه آژانس خبر کن. چی شده آقا؟ یه آژانس خبر کن. خب چی شده؟ خانم بی‌لیاقت، مگه بچه من دست شما امانت نبوده؟ مگه مریض نبوده؟ کجا برم این وقت شب دنبال بچه‌ام بگردم؟ چه توضیحی بده من این کار؟
کار دارم. رعنا خجسته. شنیدی آقا؟ بله بله. الو مامان سلام، چطوری؟ هیچی، این میگرن لعنتی دوباره اومده. خواستم برم قرص بخورم بتونم یک کم بخوابم. کجا باید باشن؟ نمیدونم. دو ماه، سه ماه، سه سال. فقط یه چیزی رو میدونم، وقتی میام که بتونم بچه هامم با خودم بیارم. حوصله داری مامان؟ من 6 سال پیش بچه هامو، زندگیمو، شوهرمو از دست دادم. حالا که دیگه این شغله که دیگه خیلی جوکه. نخیر من با دست پس نمیزنم، با پا پیش بکشم. من که کتمان نمی کنم. من عاشق اردلانم، اما مثل شما هم نیستم که یه عمر و مردی که اصلا دوستم نداره زندگی کنم. من نمیتونم. هی به شما گفتم. نه خیر، صبر کنیم. 6 سال پیش هی به شما گفتم مادر جون این اردلان از دست از سر این بچه ها ور نمیداره. گوش نکردین. گفتی نه خیر، مرده، مرد نمیتونه بچه نگه داره. اما من اردلانو بهتر از خودش میشناسم. من بچه دوست بودنشم میشناسم. من ارد... الو مامان، الو الو مامان. بله ببخشید، بفرمایید. من چند بار تماس گرفتم خدمتتون، اشغال بودین. یه دختر خانمی اومده میخواد شما رو ببینه. اسمش والا مثل این که خوابش برده. کلینیک فرار کردم که خودم برسونم بهت. خودم بده مامان، خودم بده. جایت هم درد میکنه؟ خمارم مامان، خمارم. من میخوام درک کنم، ولی اگه فرار نمی کردم بابا نمیذاشت، میخوام باید بیام. خیلی میترسم. آه یه کاری با کنترم خدا. من قرص کده این دار پیدا کن، خونه این دار پیدا کن مامان. تو رو خود حالا خیلی بده مامان. من خودم تماس میگیرم. نه تماس میگیرم. خدافظ. بفهم.
پولداری پدر من هست. 30 سالگی شروع شد و 70 سالگیش هم تموم شد. وقتی بچه بودم، وقتی که هنوز پولدار نشده بودیم، وقتی که پدرم میزد همه چی رو داغون میکرد و خورد میکرد و میشکند و بعدش هم از مستی قش میکرد، من کارم این بود که از میون اون شکست و 2 تا استکان سالم پیدا کنم و بدم دست مادرم تا بتونم خوشحالش کنم. اما بعد پولداری پدرم، وقتی که میزد همه چی رو داغون میکرد و خورد میکرد و میشکند و بعدش هم از مستی قش میکرد، دیگه نتونستم با اون 2 تا استکان سالم مادرم رو خوشحال کنم، چون دیگه پولدار شده بودیم، استکان زیاد داشتیم. اما حال خوب نداشتیم. شوهر کردم تا محبت نکرده پدر مادرم رو جبران کنه. پس وقتی فهمیدی 18 سال تمام شوهر تو رو نخواسته و حواسش به دارایی پدرت بوده، دوست داری سر به نیست بری. دوست داری سر به نیست بری به یه زندگی جدید، خیابونای جدید، آدمای جدید، سرد، سنگ، بیرو، که شروع کنی. نه شروع که نه، تموم کنی. من بعد پدرت تموم شدم. غرورم نذاشت به اون بگم. اما الان عقلم میرسه که نصف دیگه قلبم شما هایین. پس اومدم از میون ویرونه های زندگیم 2 تا استکان خوشگل و سالمم رو بردارم و برم. پس کدئین نداریم، اعتیاد نداریم. اعتیاد تو باید ترک کنی، اون پسره رو هم ترک میکنی. باید ترک کنی. قرص نداریم. بله باشه میام. انگار موش آتش زدن. باباست. بشین نترس، منو میبره. ببرتت آدم بشی که خوبه. من حالم خوب نیست. تو خجالت نمیکشی؟ به مادرت میگی خماری؟ ها؟ ها؟ منو میبره. بشین. وقتی برمیگردم آدرس پسر رو میز باشه. با بچه‌م کردی میلرزه و میترسه. اسم تو که میاد میلرزه و میترسه. بگو بچه‌م بیاد پایین. تو اصلا شنیدی چی گفتم؟ جناب ببخشید نمیتونین تشریف ببرین بالا. اینجا رو بخرم چی؟ میتونم؟ نمیتونید. خواهش میکنم بفرمایید. باز نمیخوام برگردم کلانتری. تا اونجایی که بشه نمیخوام. بگو بچه‌م بیاد پایین خانم. خیلی سخته تو بهم بگی رعنا. چیه؟ کم بوده محبت داری؟ بگو بچه‌م بیاد پایین. نمیاد. نمیاد.
به من پناه آورده. خماره. میخوای ببریش کجا ها؟ جایی که تو نباشی. بس وسواس نباشه. میری بیاریش یا خودم برم بیارمش؟ فقط قلدری بلدی تو. نخیر، پدری هم بلدم. تو پدری بلدی؟ پدری کردن از خودگذشتگی میخواد. بارو بگو بچه‌م بیاد. از خودگذشتگی. پدری کردن فداکاری میخواد. این که بذاری بچه جایی بره که دوست داره. ببین این بحثه بین من تو خیلی وقته که از مد افتاده. بگو بچه‌م بیاد، بگو خب. پدری کردن ثابت کردن میخواد. ثابت کنم؟ فداکاری کنم؟ باشه، چشم. محمد جواد میگه بچت عملی شده به خاطر اینکه نصف کم داره، مادر کم داره. بمون، مادر باش، زنم شو. تحمل میکنیم همدیگه رو تا بچه‌مون عملی نشه. ها؟ قبول؟ قبول؟ من عشق میخوام. نداری خانوم، فقط قرار داده. من بیشتر از قرار داد میخوام. گشتم نبود، شمام نگرد، نیست. چیکار کنیم؟ چی شد؟ تا خارج و درد و دور تعطیل شد، زبون تو مادری هم تعطیل شد. ها؟ نخیر خانم، شما این کار نیستی، بگو خب. تا 6 سال پیش به خاطر پول پدرم میخواستی زنت باشم، حالا به خاطر بچه هات خواستی که زنت باشم. ثابت کردم پدرم، تو هم ثابت کن که مادری. جگرگوشه منو بالا داره پرپر میزنه. من به تو همه چیز دادم. این که بچه‌مو ول کردی رفتی فراموش میکنی. تو به من چی؟ چرا اونا کیا؟ میزنم به سیم آخر. من همه چیزمو دارم. برای اینکه کنداره، برای اینکه زورگوه. من تحمل میکنم که بچه‌م نره. بچه‌های من از هم نره. تو باعث شدی. من تحمل میکنم که دخترم عملی نباشه و نره تو خیابون و محبت کن جز تجو بکنه. تو بچه های منو بی مادر با هم ازدواج بکنیم یا نه؟ ها؟ با هم ازدواج بکنیم، هم دیگه رو تحمل بکنیم که بچه هامون نصف کم نداشته باشن؟ بچه‌م بیاد پایین. برو. بچه قنداقیشو ول میکنه میره فرنگستون، این ماها جاش تو همون قوطیه. یعنی برات خواستگار پیدا شده. ازدواج کن و فکر منو راحت کن. من از مادرم گذشتم، نمرم پیش خودم خیده. کدوم نیت مامو؟ که هم پول بگیرم هم زن بگیرم. راز زنی که انگوش نما شد که بابات به پول برسه. یه راهی هست، یه راه آخر. آقای اردلان تمجید، وقت حسابرسی فرا رسیده است. من از زد و بندهای پنهان شما با خبرم. منو